فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین خانم پزشک. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی با دادن امتیازات گسترده به چین تلاش کرده بود که این کشور رو در عرصه بین الملل با خودش همسو بکنه. تحلیل شما از دیدار رئیس جمهور چین از عربستان توی این شرایط چی هستش؟ ببینید، خب دیدار خیلی مهمیه. میدونیم که جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرده، همونطور که خودتون هم گفتین، چین رو به عنوان یک شریک استراتژیک در اون نگاه به شرق تصویر بکنه. منتها این سفر و این بیانیه خواستن ایران به اینکه به امور داخلی کشورهای همسایه در امور داخلی دخالت نکنه، در مورد همکاری با آژانس از ایران خواستار شدن که همکاری بکنه، اینها نقاط تنش‌زایی هستش و نشون میده که سطح روابط ایران با چین حتی از اون چیزی که با روسیه هم هست فاصله داره و بنابراین اون چیزی نیست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تصویر بکنه، و بلکه یک نوعی از همکاری هست که حالا یک جاهایی ممکنه که به ایران هم سودهایی برسه در قبال همکاری که میکنه، ولی اون همکاری استراتژیک نیست. بنابراین فکر میکنم دیدار مهمیه و نشون میده که این سیاست خارجی جمهوری اسلامی چقدر حتی در تصویر اون چیزی که خودشون دارن تلاش میکنن به ثمر برسونن در حال شکست و اون چیزی نیست که واقعا میخوان به دست بیارن. شما یا فکر میکنید که چین در حال فاصله گرفتن از ایران هستش و آیا میشه، اگر حالا این در حال اتفاق افتادن باشه، آیا میشه از اون به عنوان شروع دوران جدید دیپلماسی در خاورمیانه یاد کرد؟ قسمت اول سوالتون فکر نمی کنم که فاصله گرفتن از ایران باشه، اگر که به اون روند طبیعی، اگر از تصویر بزرگتر بخوایم نگاه بکنیم، روند طبیعی سیاست خارجی چین به اینجا میرسه. شما وقتی دنیا رو در اون تصویر ژئوپلیتیکش در سالهای گذشته و دهه گذشته میبینین، سه رئیس جمهور پی در پی آمریکا گفتن که میخوان از خاورمیانه خارج بشن. تنش‌ها بین ایران و کشورهای عربی خاورمیانه افزایش پیدا کرده، با اسرائیل افزایش پیدا کرده، از طرف دیگه تنش‌ها بین آمریکا و چین افزایش پیدا کرده، و خب خاورمیانه یک جای بسیار مناسبیه، بستر مناسبیه برای اینکه چین بتونه حوزه نفوذش رو افزایش بده و در راستای اون سیاست خارجی استراتژیکی که چین برای خودش تعریف کرده. بنابراین بیشتر این هستش که دارن اون راه گذشته رو ادامه میدن، چیز جدیدی نیست. برای مثال چین و اسرائیل یک روابط اقتصادی بسیار گسترده‌ای با هم دارن. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم چین سومین بزرگترین همکار تجاری، شریک تجاری اسرائیل به حساب میاد، یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های دراز مدت رو در حوزه گاز با قطر همین سال گذشته انجام داده، 51% نفت رو از سایر کشورهای عربی وارد میکنه. بنابراین این در راستای همون تصویر استراتژیکه و همونطوری که گفتم اتفاقا نشون دهنده اینه که برای ایران یک شریک استراتژیک نیست، بلکه یک مهره ایه که یک جاهایی با ایران همکاری میکنه، منتها در قبال اون همکاری خب یک میزانی از سود ممکنه برای جمهوری اسلامی داشته باشه، منتها نه در اون قد و قواره ای که مقبول یا اون چیزیه که شاید سعی میشه که تصویر بشه توسط جمهوری اسلامی، وگرنه فاصله گرفتن نیست. منتها بله، در خاورمیانه احتمالا شرایط جدیدی شکل بگیره، چون میدونیم مخصوصا از نظر صنایع دفاعی و امنیتی و جاسوسی و مخابراتی آمریکا نگران نفوذ چین هست در خاورمیانه و این نفوذ داره گسترده تر میشه. موشک های بالستیک چین داره کمک میکنه که عربستان سعودی بسازه، هواوی در ساختار مخابرات خاورمیانه و کشورهای عربی بسیار تاثیرگذار بوده و اینها میتونه نگران کننده باشه، ولی در غیاب آمریکا یک حوزه نفوذی برای چین و میتونه یک شرایط جدیدی رو ایجاد بکنه.